با انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی، انتشار پیام و کلام رهبری نهضت اهمیتی خاص پیدا می کند. از همین رو نقش یاران، شاگردان و همراهان امام که در انتشار و انتقال پیام امام و نهضت فعالند اهمیتی مضاعف می‌یابد. یکی از شاگردان و همراهان امام که این روزها نقشی اثرگذار و کارآمد در جریان نهضت و بسط مفاهیم دینی، فقهی و انقلابی ایفا می کند، فرزند ارشد امام خمینی، آیت الله سید مصطفی خمینی است که از هوش و مرتبه والای علمی و فقهی برخوردار است. حضور آیت الله سید مصطفی خمینی در سر درس امام خمینی به استفاده بیشتر طلاب از ظرفیت‌های علمی امام و همچنین رونق بیشتر مباحث فقهی و دینی مدد فراوان می‌رساند. حضورش در درس به عنوان یک عالم آگاه به مطالب درس مطرح بود. وقتی در محضر امام شرکت می‌کرد و اشکال می‌کرد، توجه همه شرکت کنندگان درس را به خود جلب می‌کرد و امام هم به این اشکال کاملا گوش می‌داد. وقتی در باب حجیت زن مرحوم آقا مصطفی به عنوان یک اشکال عمیق سخنی را از محقق قومی نقل کرد که اقوز زنون متبع است، فورا امام فرمود محقق قومی زن انسدادی است. یعنی هم سوال حساب شده بود و هم جواب حساب شده. از نظر آفرینش درونیش از اون دو اصل برخوردار بود که بو علی تعریف شد: انا یسلقد یسرنا القرآن لذکر، یعنی این کتاب برای پذیرش آسان است، سخت نیست، چون تحمیل بر فطرت نیست. این دو ویژگی در تدریس امام به خوبی مشهود بود. سخنش سنگین بود و عقل پسند بود. معلم این چنین شهید القوا شاگردی اون چنان را بخواهد بپروراند، نتیجش این خواهد شد که مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی رضوان الله علیه عالمی خواهد شد، مجتهد مطلق، که هم در فقه و اصول صاحب نظر است، هم در فقه اصغر صاحب نظر است و هم از فقه اکبر بی بهره نیست. هوش و مراتب والای علمی و فقهی آیت الله سید مصطفی خمینی و حضور گرمابخشش در مباحث دینی و علمی ایشان را کانون توجه محافل علمی و فقهی قرار می دهند. در آغاز نوجوانیش به مرتبه اجتهاد رسیده بود و این را خودم برای اینکه مستدل حرف بزنم، یکی از بزرگان حوزه علمیه قم که در مراتب علمی و تقوا و زهد و حتی فقه، اصول، فلسفه از چهره‌های فروزان حوزه علمیه قم بود، مرحوم آیت الله فکور یزدی خودمون که این مقاماتی داره. ایشون یک قصه نقل کرد برای من که از روی اعجاب و شگفتی اون روز شاید مرحوم آیت الله آقا مصطفی شاید 24-25 سالش بیشتر نبود، ایشون گفت که در یک مجلسی در منزل خودش، چون با آقای فکور هم خیلی معنوس بود، منم بیشتر زیارت هایی که از ایشون کرده بودم در اونجا بود، این میگفت به مناسبتی عروت الوثقای مرحوم سید که یکی از رسائل عملیه است، مرحوم سید کاظم یزدی، این یه بعضی فروع فقهیش به مناسبتی باز شد و ذکر شد و ایشون از روی اعجاب میگفت من دیدم این مرد، این جوان، این بچه هر فرعی که صحبت میشه
اظهار نظر میکنه و معلوم میشه که نسبت به این فرد مطالعه کرده و به اصطلاح خودمون حاشیه زده و صاحب نظر است در فروع فقهیه و نه تنها قوه اجتهاد داره، حتی فعلیت دارد در اجتهاد در سن 24-5 سالگی. نقش فعال و مؤثر آیت الله سید مصطفی خمینی تنها محدود به حوزه دینی و فقهی نمیشود. حضور کارآمد ایشان در جریان مبارزه و بست پیام امام و انقلاب ایشان را به مبارزی برجسته در نهضت انقلاب اسلامی تبدیل کرده است. طبیعتاً اگر امام اراده می‌کردند که بیانیه‌ای صادر بکنند یا خطابه‌ای ایراد بکنند یا پیامی رو به هر حال بفرستند، توسط نزدیکترین فرد به خودشون و کسی که 100% بهش اعتماد داشتند کار انجام می‌دادند که طبیعتاً مرحوم آقا مصطفی بود. و حاجا مصطفی به مثابه یک بازو و یک سپر در کنار امام بود. بازوی توانایی بود که فرامین امام رو اطاعت میکرد و انجام میداد و سپری نیرومند بود در کنار امام که مانع کاربرد توطئه ها و به هر حال فعالیت های ضد امام میشد. بعد از دستگیری امام خمینی در خرداد سال 1342، آیت الله سید مصطفی خمینی با افشاگری اقدام رژیم پهلوی در دستگیری امام و پیگیری شعارهای امام به عنوان یکی از پیشگامان نهضت، علنی‌تر از گذشته وارد عرصه مبارزه میشود. در نهضت هم که انصافا خدمت امام خیلی وجودش مؤثر بود، خیلی وجودش مؤثر بود که دیختن امام را گرفتن. خب ایشون بود، بعد ایشون آمد به طرف صحن با مردم، مردم جمع شده بودن همه در خانه حرکت کردن، آمدن در صحن مطهر حضرت معصومه، اونجا سخنرانی شد. و حضور آیت الله سید مصطفی خمینی به عنوان یکی از نیروهای برجسته در انتشار پیام امام و نهضت انقلاب اسلامی باعث می شود تا رژیم برای حذف و حصر این روحانی مبارز دست به کار شود. در جهت پیشبرد مبارزه تا اون حد فعال بود و پیگیر بود که بالاخره ساواک در سر برمیان که نسبت به او برخوردی داشته باشد. دیدن که در 15 خرداد 42 وقتی امام دستگیر شد چگونه مرحوم سید مصطفی خمینی قم را به حرکت در آورد، لذا در روز 13 آبان 43 دیگه مهلت ندادن ایشون بتونه کاری انجام بده. بلافاصله ایشون دستگیر کردن و زندان قزلقلعه گسیل داشتند. بعد هم از اونجایی که از او میترسیدند که اگر ایشون آزاد بمونه ممکنه مشکلات بیافرینه، بعد از گذشت 2 ایشون رو در 13 دی ماه 1343 به ترکیه تبعید کردند. مکاتبات ساواک حکایت از حراس جدی رژیم از نقش افشاگرانه و بیدارگرانه آیت الله سید مصطفی خمینی در جریان نهضت انقلاب اسلامی در کشور دارد. نصیری یه دستوری میده خیلی نشونهنده وحشت اینها از سید مصطفی خمینی است. میگه که بدین وسیله این تعهدنامه آقا مصطفی خمینی فرزند آیت الله خمینی به انضمام فتوکپی اوامر صادره از طرف تیمسار ریاست ساواک که مقرر داشتند میتواند بیاید، مشروط به اون که در دهات خود در نزدیکی خمین زندگی نماید و باید 2 ژاندار و 2 مأمور آگاهی از شهربانی مراقب بوده که با 1 غیر اهل منزل خود و بستگان درجه 1 تماس نگیرد و اگر هر کس از اطراف منزل رد شد به وسیله تیراندازی باید معدوم شود، در غیر این صورت نمیتواند بیاید. خیلی این مسئله مهمه، نشون دهنده عمق وحشت اینها سید مصطفی خمینی. بعد از تبعید امام خمینی به ترکیه و عراق، آیت الله سید مصطفی خمینی به عنوان واسط امین و فعال میان امام خمینی و مبارزین اصیل و انقلابی نقشی بی‌بدیل و حیات بخش برای نهضت انقلاب اسلامی ایفا می‌کند. امام رهبر یک نهضت بود، رهبر یک
جریان مبارزاتی اصیلی بود که آغاز شده بود در جهان تشیع. برای تداوم این جریان احتیاج به نیرو و احتیاج به یاور داشت. امین‌ترین و تواناترین نیرو در کنار امام فرزندشون مرحوم حاجی مصطفی بود. ایشون بود که اسلحه‌های مبارزاتی موجود در نجف را هم سامان میداد، سازمان میداد و رهبری میکرد و کانال ارتباطی خیلی نیرومندی بود برای حاجی مصطفی با اسلحه‌های مبارزاتی که عمدتاً در خارج از ایران بود، حالا چه در اروپا بود، چه در آمریکا بود، چه در آسیا بود، در هر جا بود، به هر حال اسلحه‌های آگاه مبارزاتی وجود داشتند که اینا احتیاج به ارتباط ویژه با امام داشتن. این ارتباطات مرحوم حاجی مصطفی سامان. بعد از تبعید امام خمینی به نجف، آیت الله سید مصطفی خمینی با هجرت به عراق و حضور در کنار رهبری نهضت به نقش فعال خود در مبارزه تداوم می‌دهند. رونق دادن مباحث دینی و علمی همچون گذشته، سازماندهی و ساماندهی نهضت در داخل کشور در کنار رهبری انقلاب اسلامی مؤید نقش فعال و برجسته آیت الله سید مصطفی خمینی در نجف می باشند. از همین رو حساسیت رژیم پهلوی روی شخصیت اثرگذار ایشان در نهضت بیش از پیش هویدا می شود. شاید حدود یک ماه قبل از حادثه اول آبان 1356 که منجر شد به شهادت حسن مصطفی خمینی، خبری را من از حسن مصطفی خمینی شنیدم که البته دوستان دیگری که در نجف بودن همین مطلب را ازشون بارها شنیده بودن. ایشون فرمودن که من یک شب از حرم که برمیگشتم خواستم بیام منزل، یادم افتاد که آقای جزایری چند روزی ناخوشن. آقای جزایری یکی از روحانیون عارف مسلک نجف بودن، خدا رحمتشون کنه. گفت تصمیم گرفتم برم به عیادت ایشون. را کچ کردم رفتم منزل آقای جزایری. بیش از چند دقیقه از ورودم به منزلشون نگذشته بودم، پسرشون آمدن گفتن دو نفر ایرانی آمدن با شما کار دارن. گفتم خب بیام. این دو نفر آمدن و نشستن و با اونا گفتن شما چطوری ما رو اینجا پیدا کردید؟ گفتن که ما رفتیم در منزلتون و شما نبودید و خلاصه تحقیق کردیم، اما بهانه بود، ظاهرا از حرمشون رو تحقیق میکردن. گفت یکی از اونا شروع کرد چند تا مسئله شرعی پرسیدن. یکی بلند شد آمد کنار من نشست و گفت که در ایران به زودی هویدا کنار میره و علی امینی به عنوان نخست وزیر تعیین میشه. خبر دوم این که به زودی شما رو خواهند کشت. حاصل مصطفی خمینی گفت من پرسیدم برای چی؟ چه میدونم، سیاست دولت اینه که خواهند شما رو از بین ببرن. و اینو گفتن رفتن. ما خندیدیم گفتن لابد خواستن شما تهدید کنند. رژیم پهلوی پس از برنامه ریزی برای حذف بازوی مقتدر امام و انقلاب وارد فاز عملیاتی می شود. اول آبان سال 1356 واقعه غیر منتظره ای در نجف چشمها را به سوی منزل آیت الله سید مصطفی خمینی می برد. روز صبح طبق معمولشون در رو باز نکرده بودن. مستخدم هم که رفته بود در زده بود، دیده بود که ایشون روی کتاباشون افتادن و به همسرشون خبر داده بودن، اونا مدن معاینه کرده بودن، دیده بودن بله ایشون در یک وضعیت غیر عادی هست، ظاهرا نفس نمی کشن و خیلی سراسیمه نگران شده بودن و منزل ما در نزدیکی منزلشون بود، یعنی مسافت منزل ما تا منزل ایشون شاید 40-50 متر بود. من دیدم که مستخدمه ایشون خدا رحمت کنه مرحوم صغرا خانمی بود، یزدی بود، بسیار زن شریف و متدین و با فضیلتی بود. پا برهنه داره میدوه و میاد گریه کنون تو سرش میزنه. اومد به من گفت که خاک به سرمون شد و آقا از دست رفتم. گفتم کدو آقا؟ آقا مصطفی. منم سراسیمه چیزی دستم بود، انداختم خونه و آمدم اونجا و رفتم بالا، دیدم بله ایشون در یک حالت نگران کننده ای افتادن و پشت کتاباشون بودن و من اولین کاری که کردم یک فرد مطمئنی رو پیدا کردم و فرستادم منزل حضرت امام سراغ مرحوم حاج احمد آقا. صبح زود بود که دیدم که آقام داره پامو تکون میده، من خواب بودم. احمد بلند شو، خونه داداش کارت دارن، گمان کنم که معصومه خانم اونجا حالش بد شده. چرا؟ برای اینکه روز پیشش خانم داداشم مریض بود.
و ما دکتر برده بودیم به خیال اینکه ایشون لابوتارش بد شده اومدن پی من که من یه کاری بکنم. سریعا خودم رو به اونجا رسوندم، دیدم که تاکسی دم دره. وقتی وارد شدم دیدم خانم معصوم خانم، یعنی خانم داداشم اونجا. رفتم دیدم داداشم زیر بغلش آقای دعایی گرفته و یه طلبه افغانی. بردیم گرفتیم توی ماش تاکسی گذاشتیم و بردیم برای بیمارستان. تو حاج احمد آقا بیا، من رفتم وسیله نقلیه رو پیدا کردم، چون اولین کاری که ما باید بکنیم این بود که ایشون رو به بیمارستان برسونیم. کوچه تنگی بود، من به زحمت یک ماشینی رسوندم تا در خونه که حاج احمد آقام رسید. رفتیم به اتفاق بالا و مرحوم حاج مصطفی رو آوردیم و درون اتومبیل قرار دادیم و به بیمارستان نجف رسوندیم. بخش اورژانس معاینه کردن و خیلی هم ماساژ دادن، خیلی هم شوک دادن اینها. در بیمارستان دکتر ماساژ داد قلب و یه مقداری و به حساب تلمبه زد. بعد من خیلی ناراحت بودم و هر کاری میکردم خودم رو کنترل کنم نمیشد. برگشتم و به من گفت که معلاسف کار تموم شده. بعد من برگشتم این قصه رو حالا چجوری به آقام بگم، چجوری به مادرم بگم. بعد آمدن به من گفتن که آقا میگن که من میخوام برم مصطفی رو ببینم. من گفتم که یه جوری باید بکنیم که فکر کنن ایشون که داداش ممنوع ملاقاته. بعد من اون طبقه بالا بودم، دیدم که آقام اومدن. همون توی اون اتاق که بودن نگاه کردم بالا، دیدن که من اونجا هستم. منو صدا زدن که بیا پایین. من سریع اومدم پایین و اونجا که آمدم دیدم که آقام نشستن و دو نفر دیگه هم پیش ایشون. ایشون به من گفتن که چی شده؟ قیافه منو که دیدن چشمشون انداختن تو صورت منو، گفتن که مصطفی فوت کرده. من زدم به گریه. ایشون همونجور که نشسته بودن نشستن و سه مرتبه گفتن انا لله و انا الیه راجعون و هیچ نه تکونی خوردن و نه عکس العملی نشون دادن و همونجا نشسته بودن. اظهارات پزشک عراقی حاضر در بیمارستان و شاهدان عینی حکایت از وجود توطئه‌ای مرموز در وقوع حادثه اول آبان سال 56 در نجف دارد. اون شب اول آبان 56 هم اتفاقی که افتاده بود در منزل حسن مصطفی خمینی این بود که آخر شب چند نفر به دیدنشون آمده بودن. ساعتی بود که خانوادهش خوابیده بودن و یک پیرزنی بود در منزل مرحوم حسن مصطفی خمینی کار میکرد به نام صغرا خانم یزدی بود، خدا رحمتش کنه. اونا میگفت من غذای حسن مصطفی خمینی را که شبها نان و پنیر رو مغز گردو بود توی سینی گذاشتم، روشون یک پارچه انداختم بردم گذاشتم تو اتاق خوابش که ایشون مثلا آخر شب شامشون رو میل کنند. صبح که بلند شدند همین صغرا خانم آب جوش میبره برای حسن مصطفی خمینی که شم صبح ها مقید بودن قبل از چای و صبحانه، مثلا یه استکان آب جوش میل میکردن. میبینی که حسن مصطفی خمینی سرش رو کتاب افتاده، فکر رو خوابش برده. چند مرتبه صداش زده بود دیده بود جواب نمیده. آمده بود خانم حسن مصطفی خمینی بیدار کرده بود که آقا سرش رو کتاب افتاده و هرچی صداش میکنم بیدار نمیشه. خانم مرحوم حسن مصطفی خمینی آمده بود تو اتاق و صداش زده بود دیده بود جواب نمیده، بلندش کرده بود و پس افتاد. صبحانه رو میل نکرده بود، شام رو میل نکرده بود. اون شامی که تهیه کرده اونجا همون نان و پنیر رو مغز گردویی که تو سینی گذاشته بودن و اینها دیدن دست نخورده. تو اتاق پذیرایی دیدن چند تا استکان پیدا و چایی شون داده به مهماناش. هرچیم تحقیق شد که اونا چه کسانی اون شب دیدنشون آمده بودن مشخص نشد. هیچ کس در این زمینه حرفی نزد. وقتی که ایشون رو منتقل کردم بیمارستان، پزشکی که ایشون رو معالجه کرد دو علامتی که روی سینه و پا و پشتشون هست نشون میده که مسموم شدند. فردای اون روز هم که بالاخره داداش رو آوردن ما رفتیم و داداش رو دیدیم، دیدیم لکه های بزرگ سبز رنگی روی بعضیش مایل به سبز بود بعضیش هم مشکی بود روی سینه و دست و پا و اینجور چیزا دیده می شد.
یکی از دکترها اونجا گفت که این علامت این نیست که مصموم کردن ایشون و من حاضرم کالبو چکافی بکنم و ثابت بکنم. دولت عراق اونو گرفت به خاطر اینکه چرا یه همچین حرفی میزن، برای اینکه برای دولت عراق خیلی گرون تموم میشد اگر برادر من اونجا کشته بودن و میخواست که جوری وانمود کنه که این یک مرگ طبیعیه. امام خمینی شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی را از الطاف خفیه الهی می دانند و همگان را به صبر دعوت می کنند. یک الطاف خفیه خدای تبارک و تعالی دارد که ماها علم روی نداریم، اطلاع بر روی نداریم، بسیار ناقص هستیم از حیث علم، از حیث عمل، از حضرتی ناقص هستیم. از این جهت در این طور امیدی که پیش میاد جزا و فضا می کنیم، صبر نمی کنیم. این برای نقصان معرفت ماست به مقام باری تعالی. اگر اطلاع داشتیم از اون الفاظ خطیهی که خدای تبارک تعالی نسبت به عبادش دارد و اینه لطیفون علاوه عباده و اطلاع بر اون مسائل داشتیم، در این طور چیزهایی که جزئیست و مهم نیست اینقدر بیتاوت نبودیم. میفهمیدیم که یک مسائلی در کار است، یک الفاظی در کار است، یک تربیتهایی در کار است. مواجهه امام خمینی با خبر ارتحال اسرارآمیز آیت الله سید مصطفی خمینی، حکایت از روح بزرگ و پرسلاوت امام در مسیر مبارزه نهضت انقلاب اسلامی ایران دارد. برخورد غیر قابل پیشبینی، غیر منتظری حضرت امام با این پدیده برخوردی بود که هیچ کس توقع نداشت. امام وقتی که با این پدیده مواجه شدند به عنوان یک عبد صالحی که تسلیم در برابر مشیت الهی هست، چنان تسلیم شدند و چنان ابراز رضایت کردند از اونچه پیش آمد که همه متحیر شدند. هیچ کس در رساء مرحوم حاجی مصطفی اشک امام را ندید. امام مثل کوه استوار ایستاد در برابر این مصیبت. همه کسانی که دور امام بودن در نجف، مخصوصا آقای اشراقی، اینا میگفتن ما خیلی ناراحتیم از این که ایشون هیچ گریه نمی کنند. این گریه نکردن ایشون مباد خدا نکرده عقده بشد برای امام و موجب مشکلاتی برای امام بشد و اینها. فضای خیلی غم انگیزی بود. امام با آرامش نشسته بودن و از همه تقدیر میکردن و تسلیت گویی همه رو پاسخ میگفتن و بدون اینکه اشک بریزند و یه حالت غیر متعارفی داشته باشند با طمأنینه و با آرامش نشسته بودند و همه نگران بودیم که این حالت ممکنه خدای نکرده بر امام یک حادثه غم‌انگیز سنکوبی چیزی ایجاد کنه و اصرار داشتیم که ایشون اشک بریزند. میدونستیم که ایشون در ذکر مصیبت اهمیت ها و به خصوص ذکر مصیبت بی بی عزت زهرا سلام الله علیها سریعا متأثر میشن و اشک میریزند. روزخانی رو دعوت کردیم، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای کوثری بود، خودشون بود، آزاده هاشون بود که از علاقمندان امام بودن که از قم تبعید شده بودن یا فرار کرده بودن، آمده بودن نجف ساکن بودن و به امام علاقمند بودن. اینها ذکر مصیبت کردن که اون مصیبت امام اشک ریختن برای به هر حال مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد از شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی، نهضت وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. این روزها امت امام شاهد مصادیق تحقق کلام امام امت مبنی بر الطاف خفیه خداوند هستند. شهادت ایشون باعث واقعا به ثمر رسیدن انقلاب شد. وقتی خب ایشون شهید شد در نجف و روزنامه اطلاعات اون مقاله را خیلی وهنامیز نوشتن علیه امام و علیه ایشون، روزنامه اطلاعات و
طلبا خبر شدن، مردم خبر شدن، در قم طلبا جمع شدن، همه جمع شدند و رفتن در منزل حضرت آیت الله العظمی آقای نوری همدانی و به شما کرسد. از اونجا حرکت شروع شد. شهادت حسین مصطفی خمینی زمینه فراهم کرد که در سراسر کشور موج ایجاد کرد. چگونه؟ خب طبق روال اسلامی و سننی که در میان مردم مسلمان ایران هست، وقتی یک کسی از دنیا میره، مخصوصا اگر عالم دینی باشه، در همه شهرها برای او مجلس بزرگداشت میذارد. مخصوصا که فرزند امام بود و امام برای مردم بسیار عزیز بود، مثل مصطفی خمینی هم که مردم نسبت به او اراده ویژه‌ای داشتن، علما و روحانیون نسبت به او علاقمند بودن. وقتی خبر شهادت حسین مصطفی خمینی به ایران رسید، از خوزستان تا خراسان، از آذربایجان تا کردستان، از مرکز شهرهای مختلف، حتی در روستاها، یک بار مجلس بزرگداشت برای حسین مصطفی خمینی برقرار شد.